جمهوری اسلامی ایران در بخش سلامت، البته با همت و همراهی همه عزیزان، مردم عزیز، دستگاه‌های مختلف، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان بسیج و بقیه نیروهای مسلح، ستاد اجرایی و همه عزیزان که کمک کردند، دستاوردی داشت که این دستاورد در دنیا نمونه بود. یعنی ما در عرض 2 ماه مرگ هامون رو رسوندیم به حدود 30 در روز، میزان بستریمون رو رسوندیم به 1/5. با این شیوه که یک بیمار در اوج اپیدمی در پشت در هیچ بیمارستانی آواره نشد. این اتفاق تا زمانی که به اروپا و امریکا نرسیده بود کسی متوجه نبود که ایران چه قدرتمندانه در اوج تحریم این کار رو مدیریت کرد. عزیزان، درسته ما در طرح تحول نظام سلامت میزان تخت هامون رو اضافه کردیم و واقعا یک کار بسیار بزرگی در سرمایه گذاری زیر ساخت ها شد، اما امروز ما 1.6 تخت به ازای هر 1000 نفر داریم که اولین کاری که باید بکنیم 1. سنگرآرایی محکم در مقابل ویروس که اگر حمله طوفانی کرد بایستیم و موفق شدیم الحمدلله با لطف خدا، و دومین حرکتی که باید بکنیم حمله به ویروس هست. حمله به ویروس رو از طریق بسیج ملی مبارزه با کرونا با همکاری دوستان سازمان‌های مردم نهاد و بسیج، ما 300,000 اکیپ رو گذاشتیم با سامانه چلسی که عزیزان ما در ستاد اجرایی کمک کردن، در ارتباطات کمک کردن، ما 78 میلیون نفر رو، این بی سابقه بود در جهان، 78 میلیون رو قربارگری کردیم در مرحله اول و 43 میلیون رو مرحله دوم. این اتفاق در تاریخ مدیریت اپیدمی در جهان بی نظیر بود. این رو به عنوان افتخار نبنده خدمتگزار کوچک، به عنوان افتخار نظام جمهوری اسلامی بهش ببالید و اونجاهایی که دارن نقد میکنن این حرکتها رو محکم به عنوان یک حرکت بزرگ ملی ازش باید دفاع کنیم. اما بعد از اون خب 2 تا اتفاق افتاد. یکی این که ما تعداد تست هایی رو که ناگهان اضافه کردیم، ببینید ما تست هامون از روز 1200 رسوندیم به حدود 25,000 تست در روز. برای ما 6,500,000,000 تومان در روز ما باید پول تست میدادیم، یعنی در سال یه چیز اولوش 2,400 میلیارد تومان. خب ما دوچار نقصان منابع شدیم. من همین امروز خدمت عزیز برادر بزرگوارم دکتر نوبخت در برنامه بودجه بودیم، ایشون هم با کمال محبتی که دارن و امسال یکی از سخت ترین سال، من 4-5 سال برنامه بودجه، همه شما که دور میزید میشناسید، با من رابطه داشتید، من خیلی از بودجه کشور رو اونجا اداره میکردم، سالی برای جمهوری اسلامی ایران سخت تر از امسال نبود و من فکر نمیکنم بعد از اون ظلمی که بر آقای امام حسین و اصحاب ایشون در کربلا کردن، بعد از اون دیگه ظلمی به ملتی در حد این روزهای ملت ما روا داشته باشن امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و اون هم پیمانانشون. بعد سال سختی است. ما هنوز رقم قابل توجهی از منابع عادیمون رو نتونستیم بگیریم. خب به هر حال این شرایط اقتصادی سختی است. ما یه طرح جامعی رو داریم که دوستان بسیج، دوستان ارتباطات کمک میکنن برای تشخیص زودرس با همون شیوه محل محور و حتی خانواده محور، چون اون طرحی که ما داریم هر خانه یک پایگاه سلامت فراتر از محل است، یعنی ما در درون خانه از اعضای خانواده برای خود مراقبتی استفاده خواهیم کرد. خب این طرح انشالله اجرایی خواهد شد، منابعش رو هم دوستان دارن محبت میکنن، تأمین میکنن. بال دیگر این حرکت که بال اجرایی است به عنوان یک نقصان که ما واقعا امکان اجرا رو نداشتیم، با شکل گیری این قرارگاه و با مدیریت مدبرانه وزیر محترم کشور به عنوان دستگاهی که میتواند از ظرفیت برجسته استانداران محترم در استانها و بقیه دستگاه ها و کمک شما عزیزان به میدان بیاورند، به نظر من ما انشالله روزهای روشنتری رو
در مدیریت بیماری خواهیم داشت. من تردید ندارم انشاءالله با یک همدلی و وفاقی که روزای اول شکل گرفته بود، احیاء این وفاق و همدلی و اقناع عمومی هم دور که اشاره فرمودن و استفاده از اجبار. ببینید هیچ جای دنیا، در دموکراتیک ترین کشورهای دنیا، اپیدمی رو با خواهش و تمنا جمع نکردن. من اینو بارها عرض کردم در طول این چند ماه. یه جاهای ما مجبوریم از ظرفیت‌های قانونی برای کسی که داره به عمد و با آگاهی و دانایی اضرار به غیر وارد میکنه، این رو ما با هر ترمزش بکشیم و جمع کنیم. من اون مطالبی که فرمودید رو فقط اونایی که لازم به یادآوری اینجا من عرض کردم. اگه بحث نظارت کلی کماکان بوده وزارت بهداشت هست، وزارت بهداشت کمیته نظارت داره، مرتب گزارش‌ها رو ارائه داده. منتها همیشه گلای من بودن دوستان که این گزینه نظارتایی که ما میدیم به هر حال در جایی که ضعفه باید از نظر اجرایی پیگیری های جدی بشه از نظر قانونی اگر لازمه برخورد بشه، که انشالله قرارگاه این کار رو خواهد کرد، که ما هم باید به صورت منطقه‌ای و هم به صورت محله‌ای. منطقه‌ای به معنای اینکه ما در مناطق مختلف استانداران ما، رؤسای علوم پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی ما، در شهرستان های ما واقعا ظرفیت های لازم اینو دارن و چون این اپیدمی در مناطق مختلف هم یکسان نیست، شرایط جغرافیایی مناطق هم یکسان نیست، پس ما باید با لحاظ کردن اون شرایط منطقه‌ای اجرا را انشاءالله پیش ببریم، که البته تأکیدات دوستان بر این بوده که ما باید اختیاراتی را به مدیران استانیمان حتما بدیم که مدیران استانیمان در شرایط خاص قدرت تصمیم گیری در اون چارچوب حتما داشته باشه. در حوزه محلی هم ما در مباحث و موضوعات خاص خودمان از جمله مسائل انتظامی همیشه از این مورد استفاده کردیم، واقعا موفق بوده. اون عناصر و عواملی که در مسئله محلی میتونن به ما کمک کنن، الان خود درمانگاه ها و وزارت بهداشت پایه اصلی در محلات حتما خواهد بود، در کنار اون بسیج عنصر فعال قوی و آموزش دیده و با تجربه در این زمینه است حتما کمک خواهد کرد. هلال احمر را ما باید واقعا قوی وارد کنیم تو صحنه. هلال احمر تشکیلات بسیار پرقدرت و مناسبی است که میتونه به زمینه کمک کنه و همچنین بقیه جا مثل مساجد که اشاره داشتن، آمار بسیار خوبی از مساجد دادن که من واقعا نمیدونستم که از 1600-1700 مورد مسجدی که فرمودن، گفتم بخش اعظمی از اینا برخوردار از امکانات درمانگاهی و بهداشتی هستن که قابلیت فعال کردن رو دارن، که داشتن و الان باید بیشتر این کار رو بکنیم. برحال اینا جز اون عناصری هستن، در کنار اینا ما سمنها را داریم، خیرین را داریم، همه اینا باید ما بررسی کنیم. ما واقعا در این مسیر موفق وقتی میتونیم بیشتر از قبل بشویم که هم امر غربالگری را در سطح وسیع انجام بدیم، هم امر تشخیص را، اون تشخیص اولیه را در سطح وسیع انجام بدیم. چون این بیماری اگر در روزهای اولیه تشخیص داده شود، با محدود سازی و با استقرار در خانه میشه این را واقعا راحت درمان کرد، یا اون نقاهتگارا را راه انداخت و درمان کرد. اما وقتی با 5 روز 6 روز 7 روز مثلا بگذره و اون عوارض اولیه خودش نشان بده، بعدن کاری مدار مشکل تر میشه. پس تاکید قرارگاه بر این است که اجرای بحث غربالگری و تشخیص به صورت وسیع حتما باید در اولویت باشه. همه دستگاه باید با آقای دکتر نمکی کمک کنن، هم از نظر منابع و مالی باید بهش کمک بشه، هم از نظر همکاری ها این اتفاق باید بیفته. خب در کنار اون بحث فاصله گذاری اجتماعی رو دوستان تاکید داشتن و بعد جدیت در اعمال تصمیم ها، آقای دادستان تاکید فراوانی روی این داشتن و درستن بس، یعنی ما هر تصمیم بگیریم باید ضمانت اجرایش کاملا معلوم باشه، در مقاطعی تصمیمات محکمی گرفته شد و در سطح ملی به صورت واقعا قدرتمندانه عمل شد. الان هم باید این تصمیمات با ضمانت اجرایی های لازم و تلاشی که دوستان خواهند داشت انجام بدن. بعدش هم بحث ماسکا بود و استفاده. یه موضوعی را که برخی از دوستان باز به ویژه وزارت بهداشت و نمکی تأکید داشتن، این هم یک مقدار ما اول کارم رفتیم سراغش، ولی به هر دلیلی این واقعا عمومی نشد، اونم استفاده از اون طرح بر حال ماسک بود که ما ردیابی بیماران را در عرصه اجتماعی داشته باشیم. یعنی هر کس که مبتلا میشه ما باید بتوانیم مناسبات و روابطش و محیط و
به هر محل تردد داشته دقیقاً تحت کنترل داشته باشیم و تذکرات جدی بدیم.